برگشتیم در حضور شما بیننده های عزیز و همچنان کلیپ ورزشی را با همدیگر دیدیم. انسان یک موجود اجتماعی هست و همیشه وقت دوست داره که با اطرافیانش، با افراد اشخاص متفاوتی سرکار داشته باشه، صحبت داشته باشه، ارتباط برقرار کنه. و این که ما چگونه میتونیم ارتباط خوبی را با افراد اشخاص متفاوتی برقرار کنیم و در این ارتباط ما همچنان موفق باشیم، صحبت این بخش ما همچنان هست. در این بخش هم آقای ادریس واجد را با خود ما داریم، یک تن از روانشناسان، و در رابطه به این موضوع مهم امروز صحبت میکنیم. امیدوار هستم که شما هم بیننده باشین. آقای واجد سلام، صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدید. ممنون. شما بار سلام و تقدیم احترام نظر شما تا بیننده عزیز شما. امیدوارم که یک صبح خوب خوش را آغاز کرده باشین. سلامت باشین. تشکر، خیلی خوش آمدین آقای واجد عزیز. میشه که در نخست در ارتباط به خود ارتباط و رابطه ایزی با موفقیت اگر صحبت بکنید، شخصی که اگر ارتباطاتش خیلی خوب است چقدر میتونه موفق باشه؟ درست. اول تر از همه کامیونیکیشن یا ارتباط هم میخوایم یک تعریف کوچک بکنم که بینده و متنان بفهمند که ارتباط یعنی چی. ببین، ارتباط عبارت از یک فرایند انتقال پیام فی ما بین یک اطلاع دهنده و اطلاع گیرنده است. در کل ارتباط عبارت از انتقال مفاهیم یا همون معنا که در جمع مفاهیم ذهنی و عاطفی و حسی و همش جمع میشه، این عبارت از همون پروسه انتقال از این مفاهیم بین انسان هاست. علما به باوری که ارتباط به تنهایی خود یک حوزه علمی یا یک رشته ساینسی اتفاق نظر ندارن و رابرت کراک یکی از علمای جید و دست بالای امریکایی که در این مورد تحقیقات بسیار زیاده کرده، میگه که کامیونیکیشن به تنهایی خودش یک مسلک نیست، بلکه یک تیوری فیلد است، یعنی چند مسلک یک زیر مجموعه داره و ما میشه بگیم که علم ارتباطات با چند زیر مجموعه یک جا شکل گرفته و باید تعریف شود. ولی با وجود از اون ارتباط را ما از حیث روانشناسی باید بگویم که یکی از زامنهای اساسی حیات آدمی میشه تلقی کرد. قسمی که پیشتر شما هم گفتین، انسان موجود اجتماعی است، اجتماعی خلق شده و از اولین دورانهایی که ما کمیونیکیشن در نظر بگیریم، راه انتقال پیام، انتقال انگیزه ها، انتقال افکار، چی با زبان بدن، چی با شیوه کتبی یا با گفتار شکل گرفتمی در مجموع ارتباط بوده که انسان تا به اینجا رسانده. اگر و در یک نکته، ارتباط ضامن افهام و تفهیم فی مبین آدم هاست. میمونه به مسئله که شما گفتین بپردازم که چقدر ارتباط در موفقیت ما آدم ها رول داره و همین انسان هایی که کمیونیکیت میتونن و ارتباط خوب برقرار میتونن، اینا چه ویژگی هایی دارن، اینا چگونه رفتار بکنن. ببینید، امروز ما متاسفانه با یک معضل بسیار جدی در جامعه خود روبرو هستیم، نه تنها در جامعه جهان سوم و کشورهای مثل ما، کشورهای قبانده، بلکه در جامعه در حال رشد و در جامعه پیشرفته یک مسئله به نام loss of confidence است. و یعنی سطح پایین بودن عزت نفس، پایین بودن اعتماد به نفس. انسان ها در مجموع ما بسیار دکتر صاحب ها داریم، بسیار انجینر ها و ماستر ها، در هر رشته ای که هستن ما میبینیم که اینا بسیار یک دکتر خوب هستن، ولی متاسفانه یک پدر خوب نیستن، متاسفانه یک عضو مهم و فعال از جامعه نیستن. در اون مسلک خود یک روش ناقص الخلقه دارن، اما این میره بیان نمیتارن. درست است که درس خواندن چیز خوب است، در واقع چیز خوب است، ولی این زمان زیبا و زیباتر میشه که ما اینو منتقل بکنیم. بله. کلام ما، شخصیت ما و ارزش ما زمان بالا میره و ما به صلاح مو خارجی که من ویلیوی برنشیم که ما این انتقال بتیم به دیگران و سبب تغییر در نگرش و افکار و زندگی مردم شویم. در غیر از اون یکی از شاید بگویم عالمترین فرد باشم در تاریخ دیگه مسلک، چی فایده؟ یا مثل از زیگموند فروید پدر علم روانشناسی، چقدر نظریات، تئوری‌ها، تحقیقات، مقالات، کتاب‌ها نوشته کرده، درست؟ یا داره، ولی اگر این انتقال نمیتونست به نسل‌های ما بعد خود، آیا امروز زنده می بود؟ آیا نام و نشان و رسمش زنده می بود؟ قطعا که نمی بود. نال ارتباط برقرار کردن همه رابطه‌ش بین عزت نفس و اعتماد به نفس، گفتم که البته عزت نفس و اعتماد به نفس
دو مسئله است که اینا با همدیگر ارتباط داره ولی جداگانه باید مطالعه شود. ببینید یک آدمی که در یک رشته علمی تحصیلی یا به عنوان یک عضو فعال از جامعه، پیشتر دکتر صاحب گفتن که فعال باشه باید آدم ها. ببینید فعالیت ما آدم ها بیشتر در گرو رفتار ما آدم ها و در گرو گفتار ما آدم ها است. وقتی ما در یک مجلس وارد میشیم، خب مسلماً بعد از مصافحه و احوال پرسی با تمام اعضای اون مجلس ما که نمیتونیم با سکوت یک آشنایی و یک معرفت ایجاد کنیم، طبعا ما باید حرف بزنیم، سوال بکنیم، جواب بدیم، در بعض مواقع سکوت بکنیم، در بعض مواقع هم یک شنونده فوق خوب باشیم. بله. تا حداقل در بتونیم یک جا باز بکنیم در دل اعضای از مجلس. اینی خودش چندین فکر کنیم نیمی قضیه یا نیمی مسئله را که ما بررسی کنیم چندین فرایند است و تا چندین عوض علمی بررسی میشه. حالا موفقیت خودش چندین عامل داره و چندین مشخصه ها داره، ولی باور بکنین که ارتباط خوب و ارتباط برقرار کردن و امی اعتماد به نفس داشتن از جمله مهمترین ها و اساسی ترین هاست. و ما توصیه میکنم در جامعه که ما هستیم، متاسفانه امروز بلعکس در خانواده ها به اطفال ما آموزش سکوت داده میشه. حتی تا به امیال رسم است. من در امی سکتر طبابت جامعه 30 سال هاست کار میکنم. مریض می به سن بسیار بالا 40 50 60 70، ولی متاسفانه یک نفر دیگه در پلوی شیشه و او مریضی از زیر میگم، و متاسفانه دکتر صاحب نمیتونه سوال بکنه از اون و اون تا بین میال هم اونمون رقم ساکت تربیه شدن و این غلط است. درد بدن من را، درد جان من را من بهتر میفهمم و شما بهتر میفهمید. خب مسلمان که من خودم بهتر میفهمم. فلوازا این ما باید یک اصلاح افکار و نگرش داشته باشیم که سکوت آموزش بدیم. بین سکوت و تربیه یک مرز بسیار کوچک است، مثل که بین حماقت و شجاعت یک مرز کوچک است. این می سکوت در بعض مواقع خیلی زیباست، خیلی خوب است، ولی او در همه جا سکوت که تربیه نیست. تربیه یعنی مجموع مقررات و مجموع قوانین و اصول برای رفتار فرزند ما تعیین میکنیم که در ساعتها و فاصله های زمانی و مکانی مشخص باید اجرا بکنه. مثلا انگام تلویزیون دیدن باید طفل خاموش باشه، ساکت باشه، خوب است بشنوه، حواسش جمع باشن در عین درس خوندن، اما نگی در همه جا و یک کس دیگه هم بخیزه درد از او رو به دکتر بگه اشتباه است، این غلط است. و از سوال اولتون بر فراموشم که نشود روشنی انداختم که چقدر مهم است. خیلی مهم است، 100% مهم است. و یک مدیر خوب، یک استاد خوب، یک دکتر خوب قطعا یک انسان قوی، معتمد به خود و توانایی کامیونیکیت کردن و ارتباط برقرار کردن بالا را دارد. امروز ببینید حتی ملک ما در تمام دنیا همه یه میگه که چرا افغانستان بقایش در گرو تعامل است. افغانستان بقایش و بقای کشورش و بقای حکومتش و بقای ملتش در گرو تعامل و ارتباطات سازنده با جهان یا با جهان بیرون است. پس اینجاست که ما میتونیم بگیم که ارتباطات چقدر مهم است، تا چه اندازه مهم است و یکی شیوه هایی چیست بازی در مرکه اکال روشنی بتاسم. بسیار بله، بسیار عالی آقای واجد. خب شاید خیلی از بیننده های ما همچنان همین که برنامه رو میبینن یک سوالی به ذهنشان خلق شده باشه که ما زمانی که میخواییم با یک کسی ارتباط برقرار کنیم، تا زمانی که او رو خوب نشناسیم ما هیچ وقت ارتباط خوبی نمیتونیم برقرار کنیم. حال این گونه افراد چه کاری را باید انجام بدن و چه نکاتی را در نظر بگیرن تا بتونن با یک فرد جدیدی ارتباط خوبی برقرار کنن؟ ببینید من یک چیز برای شما باید واضح بگم. هیچ ما در بعض مواقع اکثرا خواهران میبینیم، بیادر را که ما را میبینیم که بسیار جوان رعنا زیبا تحصیل کرده و با انگیزی لو داون پایین، وقتی با اینا میگی ها از حرف زدن میترسن، گفتیم اینا سرکوب شدن، یک مشکل است، یک اختلال است، یادی نیست که این باعث شده نمیتونن ارتباط خوب برقرار کنن. و یک آدمه که معمیال بسیار کسا رو مشناسه ماستری داره در بست 5-6 مانده، ولی یک آدمه که با لسانس بوده تا بست اول رسیده. بعض او رو میگن که آدم تیز است، نه خیلی تیز نیست، ولی امروز دنیا اون شکل است. دنیا جایی برای کسایی است که اینا ارتباط برقرار بتونن، افراد بهتر و بیشتر و خوبتر بشناسن و جذب خودشان بکنن. بله. فرض مثال
چی چیزها رول داره به اونم آدما. مثلا اول این چیزی که آدما باید در خود اصلاح بکنن، گفتم در تختی زندگیشون که در شخصیتشون ترسیم شده با تمام بیرمی یک ریسره یا بکنن در بگیرن، چند چیز پاک کنن. اولا کم جراتی در پاک کنن، اونم سرکوب های دوران طفولیت هم. من خودم که عضو یک اعظمی جامعه زاده شده و بزرگ شده اینم تکجم با هستم، بارها در مجالسه که چشتیم از من نظر خواسته نشده از زمان طفولیت تا به حاله. پدر بوده، برادر بزرگ بوده، بایدی که باز فرزند کوچک باشی اصلا نظریات خواسته نمیشه و وقتی ابراز نظر کنی سرکوب میشی. خود از این در آینده رول داره و ما ایره خودمو باید اصلاح بکنیم، نگرش ما را و رفتار ما را اصلاح بکنیم. فاکتور دوم، ببینید وقتی شما میخواین که این مشکلتان حل شود، اولین چیزی که هست سرکوب های گذشته را به کنار بانیم. چیزی که در گذشته بوده گذشته دیگه، نمیشه که در تمام زندگی یک سال زندگی را متاسفانه 8 سال اول شخصیت در کشورهای مثل ما و شما اونم 8 سال که دمو خوردی آقا بوبو جان به ما گفته اونمون تا 80 سال سر ما در دوره تکرار کرده میرن. بله. اونمو قوانین، اونمو قواعد، اونمو اصول، اونمو علوم و فنون ارتباطی، این غلط است. گپ سوم، شما کوشش بکنید که با انسان ها بتونین یک ارتباط، اولترین چیزی که هست ارتباط چشمی از با انسان ها. ما باید به چشم بیننده، به چشم مریض، به چشم اعضا و افراد جامعه نگاه بکنیم. ارتباط امی زبان بدن هم به خدا مطالعه نمیفهم که چی هست. فرض مثال و شیوه بیان یک مطلب موازی برای شما میل میگم. فرض مثال ما خواستگاری ها داریم، بیشتر مواقع اینا به هم میخوره در جامعه کشورهای مثل ما به هم میخوره. چرا؟ چون امی شیوه اظهار و بیان ازی کاملا فرق میکنه. اگر این ما در یک چوکات و در یک فریم درست به شیوه درست انتقال بدیم، خیلی هم زیباست و سبب ایجاد معرفت بین دو خانواده و ثانیاً بین دو قوم میشه. اما اگر امیر ما نتونیم که درست، فرض مثال یک رسم است که میگن این فرزند ما رو شما برای غلامی تان قبول داریم، یک شیوه است، یک فن است. بله. اما اگر ما این رو بگوییم که امیر به دخترتون یک شوهر میگیرین خوی نمی آغازاده است، قطعا سر صدا میخیزه. من فقط تفاوت ها را در بیان میگم، مفاهیم ما باید درست برسانیم. افهام و تفهیم بین انسان ها خیلی مهم است، امروز فراموش شده. زبان بدن خیلی مهم است. و یک نکته دیگه که ما باید به این موضوعات ارزش بدیم، رفتارگرایی را، رفتار شناسی را، شخصیت شناسی را ما بخونیم. امروز ما نمیتونیم که ببینیم یک دکتر بسیار دکتر خوب است، یک دکتر بسیار دکتر خوب است، یا یک انجینیر بسیار انجینیر خوب است، ولی بیان نمیتونه، فرد قناعت داده نمیتونه. این میاله که ما جلوی نمی دوربین نشستیم، اگر ما شنونده خدا قانع ساخته نتونستم، او دیگه برنامه من نمیره. بله. کاریر ما تمام است. اگر شما نیست یک گوینده، یک خبرنگار، شما نتونین مطالب درست برسانین، شما نتونین که شنونده ها و بیننده هایتون قانع و مجذوب بکنین، شما مطمئن باشین که دیگه هیچ کریر، هیچ پروفیشن برای شما نمیمونه. بس این به اون مو اندازه مهم است. و متاسفانه امروز این موضوعات کلا در یک زیر مجموعه بررسی میشه، در یک زیر مجموعه. اگر ما اختلالات شخصیتی و رفتاری را ریشه یابی کنیم، این میسی اصل خیلی مهم، جرأت، اعتماد به نفس، عزت نفس و میشه و ارتباط برقرار کردن، که اینا تمامش توجه نشده، از جمله عوامل اساسی و بنیادی نزدی اختلالات از جامعه ما. بله. دقیقاً بله. خیلی خوب آقای واجد، روی روش ها همشون صحبت بکنیم که کدام روش ها را پیش بگیریم تا اینکه بتانیم ارتباط خوب برقرار بکنیم با سایر افراد اشخاص در شما. ببینیم به اینکه یک کامیونیکیت میکر خوب باشیم، یک ارتباط برقرار کننده یا یک هماهنگی خوب باشیم، اولتر از همه ما باید با خود ما، با درون ما یک ارتباط بسیار صمیمانه درست و خوب داشته باشیم. با درون خود در صلح آرامش باشیم. بعضی ما هستیم که اصلا تا با این روز روز سالهای سال است یک روز با این استاد نشده و طرف خود نگاه نکرده، با خود حرف نزده. اصلا و این غلط است. ما اول باید با درون خود یک ارتباط برقرار کنیم، یک ارتباط دوستانه، یک ارتباط یک من یک قصه را برای شما میگم، یک داستان زنده. یکی از این هنرپیشه های بولیوود، یک آدم از بنام انیل کپوری 68 یا 70 سال سن داره و خیلی منتین نگاه کرده، خود خیلی جوان مونده.
روز جوانی ازیر پرسان کردن و یکی بسیار خوب امی پروفیژن اکتینگ خود کریر خود پیش میبرم. بعد باز امی دیگه ستاره هایی که با یک جای کار میکرد میگفت که نمی آدم هر شورت را که در فلم میگیره بعد از او پنج دقیقه میره پیش آینه و خود فقط گفتم میره که بسیار خوب، بسیار عالی، بسیار درست، بسیار خوب کار کردی، تو میتونی. و وقتی به یک مشکل هم برمیخوره اول میره خودش بکردی خود. او آدم نمیل افتاد افتاد چند سال است وقتی ما برش نگاه بکنیم مثل ما و شما مانده. آمن. چون او با خودش اگر ارتباط برقرار کرده و خودش دوست داره و به ظرفیت و توانایی خودش باور داره. ما متاسفانه خود باوری را از دست دادیم. چون از بس که ما در محیط، در اطراف، در جامعه سرکوب میشیم تا که یک آدم یک اشتباه کلامی کنه این درست نیست که کلا این سر از او در جامعه ما چک چک بکنه یا یک پا خنده بکنه. این نیست، این غلط است. انسان حتمی الخطاست، واجب الخطاست، جایز الخطاست. همین ما شما با اشتباهات رسیدیم و این را باید بفهمیم که اشتباه زامن بقاست. اشتباه کردن زامن یادگیری است. و دومین گپه که که بیشتر بر موقع کوردیناتور میگن شما آنکلنده، اما آنکلنده خوب باشیم، ارتباط برقرار کننده خوب باشیم. ببینید خودتون رو باور بکنید. تو خود ما رو ما باور نکنیم که از دیگه نمیتونه که دست ما رو بگیره بیاره ما رو در یک مجلس به صدر مجلس برسانه. از اون ته مجلس زبان ما و رفتار ما و ارتباط برقرار کردن ما است که ما را به او اوج مجلس میرسانه. اگه یوسف نبی پیغمبر خدا هم بود ولی خیلی اگه انسان زرنگ باهوش و با زبان و با درایت بود، اونم زبانش بود که او را از قهر چا به اوج جا رساند. اینه می رقم ما هم. ولی امروز یک باور غلط دیگه شکل گرفته که یک نفر گپ بزنه یا دیوانه است در جامعه ما، یا هم اگر بیشتر مهربان باشه و شیرین گپ بزنه یا او مطلب داره و تملق است. من نمیفهم که باورها از کجا شکل گرفته، ولی گرفته در این جامعه هست. باور کنیم که هست. اگر شما به یک مسئله، به یک موضوع، به یک مریض تذکر میتید، ما با اکثر مریضان نیم ساعت میشینم گپ میزنم، بالاخره بابا میگه تو دیوانه هستی، حوصله زیاد داری، الان کی وظیفه یک دکتر است؟ بله این وظیفه است. خود ما مردم هستیم که نمی رقم یا کم حوصلگی به حد زیاد شده که دفعتا ریاکشن نشان میتیم. دیست یک مسئله که پیش میه ما قضاوت میکنیم، تحلیل میکنیم، تجزیه میکنیم و این غلط است. و آخرین نکته را که براتون بگیم، کوشش بکنید که ما یک معلمای خوب بر اطفال اولاد هاییم. از ما خوب میگیم که گذشت، چون به اکثر کسایی که میاله جلوی اینمی تلویزیون شده میگه که از ما عمر ده ایسن رسید از او ده ایسن، حداقل اولاد هایتان هم جرعتش سلب نکنین، اعتماد به نفسش سلب نکنین، کوشش کنین که ایره تا میتونین تشویق بکنین. و با گفتم که بین جرعت، سکوت و تربیه یک مرز کوچک است. و این مسئولیت ما هاست که ما بفهمانیم، ما مسئولیت خانواده هاست که در این مورد تحقیق بکنن، تجسس بکنن. به خودی خود نمیشه که ما یک انسان عاقل، بالغ و کامل بار بریم. و اگر یک فرد بسیار آدم دانا رسیده، تحصیل کرده و خوب باشه، ولی اگر او را منتقل نتونه، او یک انسان ناقص است. و در مجموع رشد از او رشد ناقص الخلق است. علم زمان زیباست که در عمل پیدا شود. دانایی زمان زیباست که منتقل شود. سخن نیک زمان زیباست که شنیده شود. و اگر نه، اگر من میارم که حرف زنم شما گوش نکنین، ارتباط و کلو چشمی ما قطع شود، طبعا در حرف ما سکتگی ایجاد میشه. این ما در نظر داشته باشیم و سر طفلک های خود، سر اولادک های خود این باز بعدش سر جرات طفل ها ما یک سری برنامه ها را تنظیم کردیم انشاءالله در آینده و یک سری کتب و مقالات و رسالات است که در این مورد این مسئله که ما میگیم تمامش اکثرا برمیگرده که از امو دوران طفلیت اصلاح شود. به این سن نمیشه و یادگیری بسیار سخت است، اما ناممکن هم نیست. فقط کوشش بکنیم که فعلا از نمی گفته ها برنامه اطفال خود در نظر داشته باشیم و سر اونا پیدا بکنیم، بسیار خوب است. بله، خیلی سپاس آقای واجد، صحبت های خیلی خوبی را داشتین. تشکر از اینکه دعوت ما را قبول کردید. زنده باشید.